سلام، یکی از اتفاقات جذاب تاریخ ثبت اولین ها بوده و هست. جدایی ناپذیرترین وجه تاریخ اولین ها. چی به ذهنتان آمد؟ بله، درست فکر کردین. گینس. واقعا جذاب نیست که بدانی اولین انسانی که پای خود روی کره ماه نهاد کی بود؟ یا اولین مسلمانی که با فضا رفت؟ یا حتی اولین افغان صعود کننده به فضا کی بود و کجا بود؟ یا اولین جام جهانی فوتبال که در یک کشور اسلامی برگزار شد کجا بود؟ یا اولین های مهم تاریخ ساز دیگه که قبل از اینکه کتابی به نام گینس به وجود بیاید شکل گرفته و بر تاریخ انسان ها اثر گذاشته است. اصلا تا به حالی درباره اولین های جهان اسلام فکر کردین؟ در گوگل یک سرچ بکنید، ها همیالی گوشی تانا بردارین یک جستجو بکنید. واقعا در اسلام چه چیزهایی اولین بار برای آخرین بار رقم خورده است؟ اولین هایی که هیچگاه در جاهایی مثل گینس دیدن نمیشه و فقط در صفحات تاریخ و لابلای قلب پیروان حقیقی اسلام دیده میشه. حتما میگوین چه چیزهایی؟ ها؟ اولین و تنها کسی که در کعبه خانه خدا به دنیا آمد، اولین کسی که به ندای پیامبر لبیک گفت، اولین مردی که به پیامبر اکرم ایمان آورد، اولین و تنها مردی که همسرش هم معصوم بود، اولین پدری که دو تا از اولادایش معصوم بودند، تنها کسی که از اول تا آخر زندگی پیامبر عاشقانه در کنارش بود، اولین کسی که حاضر شد جانش را فدا کند تا پیامبر در لیلة المبید از مرگ نجات یابد، اولین کسی که در تمام جنگ های پیامبر برای دفاع و گسترش دین اسلام پیش قدم بود، تنها کسی که هر جا عرصه بر مسلمین تنگ می شد با حضور خود پهلوانان نامی عرب را بر زمین می افکند و برای لشکر اسلام پیروزی برمغان می آورد، تنها کسی که در مدت کوتاه خلافت خیش به نحوی حکومت کرد که حق هیچ کسی ضایع نمی شد. بله، او کسی نیست جز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. در مرام او انسانها چه مسلمان و چه غیر مسلمان از کرامت انسانی یکسان و حقوق برابر برخوردار بود. او در اولینها اول بود، حتی اولین شهید محراب شد.